بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد. اللهم صل على محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اهدنا الصراط المستقیم. بحث در تبیین و تفسیر صراط مستقیم بود. به اینجا رسیدیم که راه راست و درست زندگی ویژگی هایی دارد مثبت، ویژگی هایی دارد منفی. یکی از ویژگی های منفی صراط مستقیم عبارت از تکلف. کسی که در صراط مستقیم هدایت الهی حرکت میکنه اهل تکلف در زندگی نیست. علائمی رو برای تکلف ذکر کردیم، عرض کردیم لغویین معنایی کردن، ولی کن از روایات استفاده می شود اون معانی که اهل لغت کردن مصداق است. معنای تکلف معنای بسیار گسترده است که مصادیق بسیار زیادی داره که شماری از مصادیقش رو در برنامه قبلی عرض کردیم و شماری هم در این جلسه عرض میکنیم. امیر المومنین علیه السلام طبق نقل میفرماید شر و اصدقائک من تتکلف له. بدترین دوستانت شر و اصدقائک کسی است که به خاطر او به زحمت و تکلف بیفتیم. دوست خوب آن است که انسان خیلی باش خودمونی باشه، به تعبیرم کسی که حالا میخواد دعوت کرده یا یه کسی خودشو زحمت بینید از دو روز قبل باز تهیه ببینه، حالا خانم یا آقا، که خورشتش باز اینجوری باشه، غذاش اینجوری باشه، لباسش اینجور باشه، خودشو میکشه برای که یه دونه مهمونی بده. این اون مهمونی که اسلام میگه نیست. میفرماد دوستی دوست واقعی است که انسان باش خودمونی باشه، وقتی میاد هر چی داره بذاره جلو بخوره. البته برای مهمون هستش که حالا یه مقداری برای پذیراییش انسان تلاش بکنه، ولی تکلف خودشو به زحمت انداختن این مضمون. بهترین دوست اون است که انسان باش هیچ به قول معروف ندار باشه. خیلی ساده با هم دیگه رفت و آمد داشته باشن. باز در روایتی دارد بیفرماید امام حسن علیه السلام در پاسخ پدرشون امیرالمومنین علیه السلام میپرسند کلفت یعنی چی؟ تکلف یعنی چی؟ فرمود التمسک به ما لا یؤمنک و نظر و فیمالا یعنی تکلف یعنی تمسک کردن به کسی که به تو امان نمیده، امان خواهی کردن از کسی که امان نمیده و اندیشیدن در چیزهای بیهوده. انسان فکر خودش رو در کارهایی که بیهوده است نشسته اینجا فکرشو به کار میبره به اینکه معمای این روزنامه رو حل کنه. خب این چه فایده داره به تو؟ اندیشه خودش رو خب یه کتاب مطالعه کن، یه کتاب چیزی بکن که به دردت بخوره، یه مسئله یاد بگیری. این نشسته تون یه کارایی میکنه که هیچ فایده ای براش نداره. اینو میگن تکلف. باز روایتی هست از امام صادق علیه السلام، یکی دیگه از مصادیق، حالا از این آخرین مصداقی که نقل میکنیم، میفرماد من العلماء من یزع نفسه للفتیا. بعضی از علما هستن که خودشون رو در مسند فتوا می نشانن و یقول سلونی، میگن بیاید بابا از ما تقلید کنید، از ما بپرسید. ولعله لا یصیب حرفا، چه بسای چیزی نمیدونه. والله لا یحب المتکلم. اینا میگن متکلف هستن، خودشو در مسند پاسخگویی به سوالات مردم قرار داده، ولی کن چی؟ ولی اون اهلش نیست. خدا رحمت کنه یکی از آقایون بود که حالا
چون کسی نمیشناسه عرض میکنم. میگم من نذر کردم که اگه کسی بیاد از من تقلید کنه مثلا چیکار میکنه. یه بنده خدایی که من بچه بودم، اوایل بچگیم رفته بودم دیده بودمش، یه بنده خدایی که اونجا از مریداش هم بود، میگم این بنده خدا امام زین العابدین علیه السلام خواب دیده گفته تو هیچ وقت کسی از تو تقلید نمیکنه، بی خودی تلاش نکن، بازم ول نمیکنه. به هر حال همین مصداق این روایت اینطور افراد هست. حالا جمع‌بندی ویژگی ها، این ویژگی هایی که گفتیم 16 ویژگی مجموعاً در این روایات که خوندیم برای شخص متکلف ذکر شده که خلاصش اینه که ملاحظه میکنید: جدال و بگومگوهای بیهوده، منازعه با بالادست، تلاش برای رسیدن به آرمانهای دست نیافتنی، اهتمام به اموری که رهایی بخش نیست، چاپلوسی، غیبت، شماتت، قدرت نمایی در تحمیل عقیده، کارهای بیهوده، ستم بر زیر دستان، کمک به ستمگر، به زحمت افکندن خود برای پذیرایی از دوستان، پیجویی اموری که خداوند سبحان درباره آنها سکوت فرموده، امان خواهی از کسی که اهل امان نیست، امان دادن نیست، اندیشیدن در امور بیفایده، اظهار نظر بدون علم. که جمع‌بندی اینها رو اگه بخوایم همه این موارد رو جمع‌بندی کنیم همین میشه که قبلا عرض کردیم، یعنی رفتاری برخواسته از شیفتگی متکلف به هدفی نکویده. حالا این 16 تا بود، ممکن 16 تا دیگه هم شما اضافه کنید. هر کاری که انسان انجام بده برای رسیدن به یک آرمانی، برای یک هدف نکوهیده که انسان شیفته رسیدن به آن است، این میشه متکلف. به همین جهت است که در روایت آمده التکلف من اخلاق المنافقین. تکلف یعنی چی؟ تصنع، ظاهرسازی از اخلاق افراد دروس، که همون تصنع و ظاهرسازی که در کلام لغویین بود یکی از مصادیقش میشه. بنابراین چون رفتار متکلف برخلاف مقتضای عقل است، برخلاف مقتضای فطرت است، این همیشه با تصنع هم با تصنع همراهه. اگه انسان کاری میکنه عاقلانه باشه، هماهنگ با فطرتش باشه، دیگه ظاهرسازی لازم نداره. ولی چون کاری که متکلف انجام میده برخلاف مقتضای عقل و فطرته، این همیشه معمولا همراه با تصنع خودنمایی است. به همین جهت میفرماید امیرالمومنین اسلام طبق نقل میفرماید تکلف من اخلاق منافقین، تکلف از اخلاق منافقینه. یا اینکه رفتاری که برخلاف مقتضای فطرت و عقله طبعا توأم با زحمت، با مشقت، چیزی که انسان دلش نمیخواد زحمت داره براش رسیدن، هرچند ممکن در اثر تکرار اون کار براش چی بشه؟ کار آسان بشه. بنابراین تصنع و تأسف و مشقت از لوازم فعل متکلفه و به همین جهت ممکنه کاری انسان انجام بده که آسان هم براش باشه ولی تکلف بهش صدق کنه، مثل همین مثال هایی که ذکر کردیم. حالا با در نظر گرفتن اون چه در تبیین تکلف ذکر کردیم، این که میگه پیغمبر میفرماید ما اسألکم علیه من اجر، من مزد نمیخوام و اهل تکلفم نیستم. این سوالی که در تفسیر این آیه مطرح است قابل توجه اینه که خب چه ربطی داره این دوتا با هم دیگه؟ پیغمبر میگه من مزد نمیخوام، اهل تکلفم نیستم. آیا این دوتا حرف با هم دیگه ارتباط داره یا ارتباط نداره؟ پاسخش این است که این دوتا حرف، این دوتا کلامی که پیغمبر بهش وحی شد بگو، اینا کاملا با هم ارتباط داره. بلکه موضوع دوم، یعنی اهل تکلف نبودن، در واقع برهان صداقت پیغمبر در ادعای نبوته. چرا؟
چون تکلف یعنی رفتارهایی که حاکی از آزمندی به قدرت و شیفتگی به متابع مادی باشه، این نشانه عدم صداقته. اگه پیغمبر اهل تکلف بود یعنی چی؟ یعنی من علاقه دارم رئیس بشم. تکلف اینجوری شد دیگه، رفتاری که حاکی از شیفتگی است، شیفتگی و حریص بودن برای رسیدن به مطلب. اگه پیغمبر اهل تکلف بود یعنی چی بود؟ یعنی آزمند قدرت و رسیدن به ریاست بود. این نشانه عدم صداقتش بود. بنابراین پرهیز پیامبر از تکلف دلیل و نشانه صداقت پیامبره. او در تبلیغ رسالت الهی، در ادعای رسالت و ابلاغ رسالت خودش هیچ هدفی جز چیه؟ جز ابلاغ رسالت الهی نداشت. میخواست مأموریت الهیشو انجام بده. هر کس که با سیره پیغمبر آشنا باشه میدوند که کوچکترین علامتی که نشون بده پیغمبر شیفته قدرته، شیفته ریاسته، برای اینکه به ریاست برسه کاری انجام بده، هیچ همچین علامتی در زندگی پیغمبر نیست، بلکه سراسر زندگی پیامبر خدا حاکی از زهد و بیرغبتی به متامع مادی و دنیوی است. به همین جهت وقتی چنین شخصیتی ادعای نبوت میکنه و از مردم هم چیزی نمیخواد، بلکه میخواد بهشون چیزی بده، نه اینکه مزد تنها نمیخواد، بلکه اونها رو میخواد به سعادت دنیا و آخرت برسه، کلید کامیابی دنیوی و اخروی رو میخواد به اونها بده، این علامت چیه؟ این علامت صداقت اوست. بنابراین کاملا این دوتا حرف با هم دیگه ارتباط داره. قل ما اسألکم علیه من اجر، مزد نمیخوام، حالا مزد ریاست باشه، پول باشه، امکانات باشه، هیچی نمیخوام از شما. من متکلم، یعنی کسی مزد میخواد، کسی ریاست میخواد، کسی قدرت میخواد که چی باشه؟ متکلف باشه، شیفته یک رسیدن به یک مقامی باشه. من شیفته رسیدن به مقام نیستم. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله.